عقل می گفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که نه جای تو نه جای من است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. اجازه بدید که سلام بکنم امیر درخشان که برنامه رو هدایت میکنه و سلام بلند بالا به دکتر اسماعیل نوریالا که با ما. دکتر نوریالا مجدد درود بر شما و تشکر از شما از حضور شما. دکتر نوریالا بار دیگه بار قبل به ما گفتن که ایشون رو دعوت کردن به سندیکای و هنرمندان، جایی که هرگز به اونجا پا نگذاشته بودن. دعوت از سوی آقای حمید قنبری بوده، با اصرار آقای جورک و قدکچیان رفتن و به مسئولان سندیکا هشدار دادن که به صرفتون نیست منو در اینجا بپذیرید، چون من براتون درد سر ممکنه درست کنم. خب میفرمودید. علت این که این حرف رو زدم به خاطر این بود که من در سازمان برنامه که بودم، وظیفه من مترجم اساسنامه ها بودم. درست. بنابراین خیلی عادت کرده بودم به دقایق کار تشکیلاتی. در این حال خب تازه عرض کنم که اواخر کانون نویسندگان بود که با مرگ آل احمد بسته شد. تو کانون نویسندگان هم اساسنامه شو من نوشته بودم، هم مسئله این که چگونه رأی بگیریم، رأی مخفی باشه فلان باشه، خیلی وارد شده بودم به این مسئله. خب. و چون تصور میکردم که تو ما ایرونیا این دقت ها وجود نداره، این حرف رو زدم با آقای قنبری. ولی ایشون گفتش که نه، یه دونه کارت موقت عضویت در سندیکا هم بر من صادر کردن و بعدم دعوتنامه آمد که روز فلان در سینمای، الان اسم سینما هم یادم نیست، اونجا مجمع عمومی است. نه در سینما نبود، در یکی ساختمان های وزارت فرهنگ و هنر بود. خب نفهمید من اون دفعه مستون پرسیدم جواب داد. این دست تشکیلات، این سندیکا به دولت وابستگی داشت یا نه؟ حالا همینو خدمتون میخوام عرض کنم. شما عجله میکنید. آره عجله کردم، راست میگید. عرض کنم حضورتون که منو عرض کنم که آقای تقی مختار و قدکچیان و اینا دست جمعی با هم رفتیم به محل این مجمع عمومی. خب من که تازه عضو موقت بودم، نه حق رأی داشتم نه هیچی، ولی بقیه شروع کردن عرض کنم که دم در اسماشون رو نوشتن. من توجه کردم، دیدم که یک دفتری اونجا هست که جلوش شماره زده شده. بعد مثلا آقای تقی مختار میره اونجا میگه که کارتشو نشون میده و عرض کنم که یه ورقه رأی بهش میدن که این هم همون شمارهی که تو اون دفتر هست پشت این ورقه نوشته شده. یعنی معلومه کی به کی رأی داده. معلومه کی به کی رأی داده. خیلی من حیرت کردم و رفتیم وارد سالن و جماعتی بودن، شاید مثلا 600-700 نفر آدم اونجا بودن و من دیدم که اون بالا هم میز گذاشتن که مثلا هیئت نظارت بر انتخابات و اینا اونجا حاضر باشن. رئیس جلسه هم آقای ناصر ملک مطیعی بود، اعضاء اونجا هم آقای عرض کنم که فردین بود و سعید مطلبی و نه سعید نبود اون بالا، اون بالا عرض کنم فردین نشسته بود، ناصر ملک نشسته بود، میساقیه نشسته بود و آقای وحدت علی عباسی نبود؟ نه خیر، یعنی تو اون هیئت نبود، حتما تو سالن بود، نمیدونم. بله بله. من عرض کنم که یه خود اونجا رو نگاه کردم و بی اختیار دستم رو بردم بالا. آقای ملک مطیعی گفت بفرمایید. گفتم که آقا ما تا حالا فکر میگردیم که سندیکا مال کارگراست، شمایی که اون بالا نشستید که همه تهیه کننده این، یعنی این سندیکا در مقابل شما درست شده، در واقع رو کارفرما. بله شما کارفرما این، اینا ماها کارگریم، شما آمدین رئیس سندیکای انتخابات ما شدین. خب پش افتاد و همه او که این کیه که جرأت کرده این حرفا رو بزنه و اینا. قنبری گفت آقا اصلا این حرفا چیه شما دارید میزنید و اینا، بهترین چهره های ما از این. من گفتم که من تعجب میکنم، ولی خب هر جور که سلام میدونید هم تو عمل. خب یه خود صحبت شد از این بر اون بر، بعد گفتن که خب حالا اسم کاندیداها رو روی تخته می‌نویسیم و رأی گیری میکنیم. باز من طاقت نیوردم، بلند شدم و گفتم آقای ملک مطیعی اجازه میفرمایید؟ گفت بفرمایید.
گفتم که آقا من جلوی در دیدم که این اوراق رأی رو که به اشخاص میدادن یه شماره پشتش بود و اون شماره تو اون دفتر وجود داشت، بنابراین در پایان این رأی‌گیری همه میتونن بفهمن که کی به کی رأی داده، در حالی که رأی‌گیری باید مخفی باشه. این که رأی مخفی نیستش که، این که کاملا آشکاره. اینا یه خود به همدیگه نگاه کردن و قنبری گفتش که آقا این چه حرفای شما میزنید، شما دارید به ما اتهام میزنید و اینا. من گفتم من نه اتهام نمیزنم، ولی یه پیشنهادی برای این جمع دارم. شمایی که نشستید اونجا همه رأیتون رو با این بغل دستی عوض کنید، به طوری که اون ارتباطش با اون دفتره به هم بخوره. همه شروع کردن رأیاشون رو با بغل دستیشون عوض کردن. پیشنهاد درستی هم بوده. چه گوارا هنوز معروف شده بود یا نه؟ چه گوارا؟ بله. این سال پنجاهه. روش شما چه گوارایی بوده بود؟ نه من اصلا حالا فکر میکنم واقعا به ساده لوحی خودم خندم میگیره که رفتم توی همچین جمعی دارم این حرفا رو میزنم. آقا چرا خودتون فکر کردید کارگری؟ چون یک کارگردان بودید که، صاحب عله بودید. کارگردانم به هر حال، حالا به من حقوق نمیدادن ولی اینا همه حقوق بگیر بودن، فیلم بردار، کارگردان، هنرپیشه، همه اینا. تهیه کننده یک کسی دیگه بود، حالا وحدت هم هنرپیشه بود هم تهیه کننده بود یا فردین. درست. ولی اونجا نشسته بودن و در واقع منافع تهیه کننده رو باید ملحوظ می داشتن تا... این اوج اقتدار سینمای فارسی بود یا نه؟ یا سینما در افول در چی بود؟ نه اون موقع خیلی هم خوب بودش. خوب من بودش. یادمه که در همون فروردین اون سال، چون این تو همون ماه اتفاق افتاد، فیلم ها خیلی خوب فروش رفتن. فردین دوتا فیلم داشت خیلی خوب فروش رفت. به روز وثوقی فیلم داشت و اینا. باری خب. بعد من دیدم که یه عده از این بچه هایی که تو سیاه لشکر بازی میکنن، یعنی دیگه در اون پایین هرم خرج کنم که کار هستن اینا، حالا یکی میگفتش که داشتن کاندیداها رو میگفتن، یکی گفتش که مثلا آقای ملک بوتی، یکی گفت آقای فلان، خانم فلان، این حرفا. این بچه ها بلند شدن گفتن آقای نوری الان باید اسمشو بذاره اونجا. آقای قنبری گفتش که آقا این عضو موقته، این اصلا حق رأی نداره، چه برسه حق انتخاب کردن داشته باشه. این حرف این به من خیلی برخورد. بلند شدم و گفتم که در هر تشکیلاتی تصمیم گیر نهایی مجمع عمومی اعضای اون تشکیلاته. الان این مجمع تشکیل شده، همین مجمع میتونه رأی بده که بنده از موقت در بیام بشم عضو دائم و بتونم خودم رو کاندید بکنم. دیگه قوقا شده بود اونجا. قنبری میگه آقا این خلاف فلان هست این حرفا. همه گفتن آقا رأی بگیریم و خصوص رأی گرفتن، همه گفتن که آقا ایشون بشه عضو دائم. خب ما همونجا شدیم عضو دائم. بعدم اسم ما هم رو تخته نوشتن که جزو کاندیداها بودیم. خلاصه رأی‌گیری صورت گرفت و حالا یکی رأی رو میخوند و یکی هم زبدر رو تخته میزد و این حرفا. هی هرچی رأی با کردن، قنبری، نوریالا، یکی دیگه مثلا، بنده شدم نفر دوم انتخاب. هیچی دیگه، تموم شد جلسه و قنبری آمد و یه دستی با من داد و گفتم آقای قنبری من اون روز توی دفتر آقای جورک به شما گفتم که دست از ریش من بردار، بذار من کارم رو بکنم، من برای تو زم. گفتش بله نیش تو زدی و فلانی حرفا. و خلاصه مثلا سه شنبه آینده اولین جلسه هیئت مدیره سندیکا هست، شما هم بیایید. خانم پوری بنایی هم انتخاب شده بود و محمد متوسلانی و اینایی که یادمه. بله. و به این ترتیب عرض کنم که ما رفتیم به اولین جلسه هیئت. در اونجا من پس از مدتی فهمیدم که این خانه هنرمندانی که این هست، این که مال وزارت فرهنگ و هنره و وزارت فرهنگ و هنر مثل این که ماهی 15,000 تومن 20,000 تومن هم خرج این مجموعه رو میده. یه رستورانی اون پایینش بود و چند تا دفتر اون بالا و اینها. و آقای قنبری هم گفتن که ما هر کاری که میکنیم اونجا، هر تصمیم میگیریم، با
باید من اطلاع بدم به وزارت فرهنگ و هنر که اونها تصویب بکنن. و به این ترتیب پاسخ پرسش شماست که عرض کنم این قضیه این گونه بود. و خب من دیگه خودم آلوده این کار شده بودم و فکر میکردم که حالا که این چه مدت موندید تو سندیکا؟ چه مدت موندید؟ من عرض کنم که شاید مثلا 6 ماه 7 ماه شفا بودید که خب. بعد استعفا دادم برای اینکه خیلی منو اذیت کردن اونجا. یکی از کارهایی که من فکر کردم به خاطر اینکه در حین ساختن فیلم این هنرپیشه‌های درجه دوم و درجه سوم و سیاه لشکرها می‌دیدم که با چه زندگی سخت و بدبختانه‌ای به خصوص زنهاشون درست. سر می‌کنن به خاطر اینکه تو محله مثلا همه به هیچ چشم بدی به اینا نگاه می‌کردن. و من توی جلسه هیئت مدیره سندیکا اینو مطرح کردم که حالا که دولت به عرض کنم که نویسندگان یه کوی نویسندگان داده، خب چرا ما یه کوی هنرمندان سینما درست نکنیم؟ اون بالایی ها مثل فردین و بهروز وثوقی این حرفا که اونا احتیاج به خونه ندارن، ولی این بقیه هنرپیشه های دست دوم اینها رو ما بتونیم جمع بکنیم توی یه کوی هنرمندان که راحت باشن، زندگیشون راحت تر باشه و این حرفا. خب تو همینجا رو داشته باشید دکتر نوری علا، دنبال میکنیم گفتگو رو با دکتر. به نظرم فوق العاده جالبه هم تجربیات خود آقای نوری علا، همین که اجازه میدن که ما در رکاب باشیم و همسفر گذشته ها. خداحافظ تا دیدار دیگر. خداحافظ شما، مرحمت زیاد. نگاه کن، شاید این نقطه آبی کمرنگ توی اولین نگاه نتیجه بیدقتی نقاش و پاشیدن یه نقطه آبی به بوم به نظر بیاد، اما اگه دوباره نگاه بندازیم میفهمیم که بازم زود قضاوت کردیم. فهمیدی این نقطه کجاست؟ پایینو نگاه کن، همین جا زیر پاهامونه، همین جایی که روش وایسادیم. اینجا همون خونه ماست، اینجا زمینه. همه کسایی که از خاطرمون میگذرن دوستشون داریم یا فقط میشناسیمشون و روزگاری داستانهایی در موردشون شنیدیم و براشون ناراحت شدیم یا لبخند زدیم، عمرشون رو روی همین نقطه گذروندن. زمین کوله بار سنگینی رو از ابتدای تاریخ تا الان روی دوش خودش کشیده، از خنده های از سر خوشی گرفته تا اشکایی که از دلتنگی آدم ها ریخته شدن. هزاران آیین و مذهب شناخته شدن، اندیشه ها و سیاست هایی که آدم ها روی متر به متر خاک این زمین پیاده کردن. تمام شکارچی ها و کشاورزا، تمام قهرمان ها و بزدلای تاریخ، همه اونایی که ساختن و همه اونایی که با بیرحمی ویران کردن، هر شاه و گدایی، هر لیلی و مجنونی، هر پدر و مادری، هر کودکی که امیدوارانه پا به زندگی گذاشت، هر مختر و کاوشگری که زندگی رو آسون تر کرد، هر معلم اخلاق و هر سیاستمدار بی اخلاقی، هر ابرقهرمانی، هر کسی که ادعای رهبری کائنات رو کرد و هر انسانی که تن پوشش پیراهنی از پاکی بود و هر کسی که مقیم سرزمین گناه شد، همه و همه روی همین ذره گرد و غبار معلق روی خطی از نور خورشید زندگی می کردن. زمین همون نقطه آبیه، آبی کوچیکی که کتاب تاریخش سرخه، کتابی که توی هر صفحهش دست جنرال و امپراتوری به خون مردم و سربازای بیگناه آغشته است، فقط برای اینکه یک روز بیشتر فرمان روای قسمت کوچیکی از این نقطه باشه. فقط یک لحظه چشماتو ببند و فکر کن که مردم گوشه ای از این نقطه چه زجرهایی از بیرحمی مردم گوشه دیگه کشیدن، چقدر چراغهای تفاهم تاریکن، چقدر از همدیگه نفرت دارن، چقدر برای ریختن خون همدیگه لحظه شماری میکنن.
اینجا زمینه، نقطه کوچیکی توی یه نقاشی بزرگ، یه هیچی تمام عیار در بیکرانگی کیهان، یه هیچی که به نظر نمیاد بود و نبودش اثری توی اون چیزی که بهش میگن جهان داشته باشه. و توی این تاریکی عظیم کیهانی هیچ کمکی دیده نمیشه که بتونه اندکی، حتی اندکی ما را از دست خودمون نجات بده. و چراست گفتن که ستاره شناسی آدم رو فروتن میکنه. بخوایم یا نخوایم، زمین، این هیچ نقطه، برای ما اهالیش همه چیزه. تولد و مرگ ما و هر چیزی بین این دوتا اینجا رقم میخوره. فقط روی همین زمین کوچیک میشه نفس کشید، میشه زندگی کرد. آره، میشه زندگی کرد. آه من میادنم در این بخش از برنامه اجازه بدید که بریم به سراغ استاد دکتر علی نگری، استاد دانشگاه در رشته فیزیک و کیهانشناس. درود بر دکتر علی نگری عزیز. درود بر شما آقای میبودی و امیر عزیز در بخش فنی. خوشحالم که بار دیگه این فرصت رو به من دادید که با بینندگان گرامیتون گفتگویی داشته باشیم. شما خیلی لطف کردید که باز اجازه دادید که ما در حضور شما باشیم. خب دکتر نگری عزیز، بار گذشته من پرسش از شما کردم، جوابی گرفتم، برام خیلی جالب بود که کل شناخت ما از مجموعه کائنات چقدر. فرمودید که ما فقط 5% اطلاع و آگاهی لازم داریم در باره اون چی که در این در کل کائنات داره میگذره، یعنی هنوز 95% از کائنات برای ما مجهوله، مجهول بزرگ محسوب میشه، درسته؟ دقیقاً. البته آقای میبودی عزیز، اگر قبول کنیم که این کیهان، این عالم ما فقط یک دانه است، اگر که بگیم که میلیاردها عالم داریم، اون موقع میتونید حد بزنید که اون 5% رو باید تقسیم بر میلیاردها عالمی بکنید که وجود داره و ما فقط یکی از اون عالم ها هستیم که توش این کهکشان ها تازه قرار گرفته. سوال دوم که سوال هموطنان عزیز ماست، این که آیا این بیگ بنگ یک بار اتفاق افتاده یا ما هزاران یا میلیون ها یا میلیارد ها بیگ بنگ داشتیم؟ خب اگر که به تئوری نظریه ریسمان ها باور داشته باشیم که عالم‌های بسیار زیادی وجود داره با و در هر کدومشون هم قوانین طبیعت احتمالاً متفاوت از مال ما هست، در این صورت باید بگم که این اتفاق میلیاردها بار افتاده. میلیاردها بار، اگر هم یک بار افتاده، نتیجهش این بوده که میلیاردها بار از این عالم شبیه عالم ما به وجود آمد. اما میخواستم مطلبی رو که شاید بعضی از بینندگانتون پرسیده باشن به این شکل بیان کنم که آیا قبل از این ما باز هم بیگ بنگ یا مه بانگ رخ داده، آیا در آینده ممکنه رخ بده؟ اگر بر این باور باشیم، یعنی فعلا ما هنوز دادهای دقیقی در این مورد نداریم، اطلاعات دقیقی در این مورد نداریم، ولی ممکن هست که اگر به سیستم عالم چرخه‌ای یا سیکلیک معتقد باشیم، عالم از یک نقطه آغاز شده باشه و به نقطه ختم شده باشه و باز این سیکل یا چرخه ادامه پیدا کرده باشه. در این صورت معلوم نیست که ما در کدوم سیکل یا چرخه قرار گرفتیم. اما همونطور که گفتم، ما اطلاعات و داده های کافی برای این نداریم. اون چیزی که ما امروز میدونیم این است که با توجه به داده هایی که امروز دست ما هست، اگر هم در قدیم بیگ بنگ بارها بارها اتفاق افتاده باشه، اما دیگر در عالم ما این اتفاق نخواهد افتاد. عالم ما به سمت سردی و در واقع میشه بگیم تنهایی مطلق پیش میره. اگر اون وضعیتی که در مورد این انرژی مرموز که ما بهش میگیم انرژی تاریک در عالم باقی بمونه به این شکلی که هست و یا افزایش پیدا بکنه در طول زمان، نهایتاً کهکشان ما یک کهکشان تنها خواهد بود، تمام عالم کهکشان ما خواهد بود، اصطلاحاً به این میگن عالم جزیره‌ای، island universe. ولی
نهایتاً کهکشان ما هم چند پاره خواهد شد و نهایتاً اتم ها هم از بین خواهد رفت در یک زمان بسیار بسیار طولانی که عدد 1 با 100 صفر جلوش اگر بگذاریم. اینو بهش میگن گوگل، عدد گوگل، که اتفاقاً این موتورهای جستجوی گوگل از این نماد فیزیکدانان و ریاضیدانان برگرفته شده در واقع. 100 به توان 100 ها؟ بله 100 به توان 100 10 به توان 100 بله دوست. عدد 10 به توان، یعنی عدد 1 رو بذارید و 100 صفر جلوش، اون رو بهش میگن گوگل. اتفاقا این ریاضیدان و کیهانشناس معروف کازنر از بی نهایت خوشش نمی آمد، چون فکر میکنم بی نهایت یه چیز قابل درکی نیست، از هر عددی بزرگتره، دنبال یک عدد بزرگی میگشت. البته در اون زمان فکر میکرد که عدد 1 و 100 صفر جلوش عدد بزرگیه. و خیلی جالبه که بدونید او یک خواهرزاده 9 ساله داره و در اون زمان داشته در ابتدای قرن بیستم، در دهه سوم قرن بیستم، و از اون میپرسه که اگر تو بخوای عدد بزرگی رو یه اسمی روش بذاری چیه، و اون میگه گوگل. گوگل. و از اونجا این اسم گوگل میمونه و بنیانگذاران گوگل در استنفورد هم از این اسم استفاده کردن برای اینکه این غول موتور جستجوی رو به این اسم نامگذاری کنن. ولی به هر حال چیزی که مهم هست و من میخوام بینندگان گرامی بهش توجه داشته باشن، در عالم ما اگر ما همه فرضیات دیگه، تئوری‌های دیگه رو کنار بگذاریم، اگر فرض کنیم که عالم ما از یک بیگ بنگ یا از یک مهبانگ ابتدایی آغاز شده باشه، فقط یک بار بوده، اما باید توجه داشته باشید که این در یک نقطه اتفاق نیفتاده. در واقع در تمام اون خلأ موجودی که وجود داشته این انفجار بزرگ انرژی رخ داده و نهایتاً ما رو به اونجایی رسونده که اینجا هستیم الان. دو بار گفتید برفرض که بگیریم، داره که فرموده بود قبلا که نه این دیگه فرضیه نیست و این یک نظریه که اثبات قطعی است. یک من اینو در مورد اِوولوشن این رو گفتم، در مورد داروین نظریه اِوولوشن. خب حالا سوال بعد اینه که آیا ممکنه در آینده ما حالا شواهدی به دست بیاریم در کل عالم که این نظریه رد بکنه که مهبانگی وجود نداشته؟ مهبانگ قطعا وجود داشته، اینو شما درست میگید. من گفتم چیزی به نام مهبانگ اتفاق افتاده، اما آیا این آغاز عالم ما بوده؟ این چیزیست که ما هنوز نمیدونیم واقعا به طور قطعی. آیا عالم از اونجا آغاز شده؟ همونطور که چند دقیقه پیش خدمتون داشتم عرض میکردم، آیا در پیش از اینکه این عالم فعلی ما که به این شکل هست به شکل دیگه ای تمام شده و بعد این عالم شروع شده، در واقع این نقطه پایانی عالم قبلی بوده و این عالم جدید شروع شده، بنابراین میشه پرسید که چه پیش از مهبانگ بوده، پیش از بیگ بنگ بوده؟ این سوال همچنان باقی است. برای همینه که میگم که فرض رو اگر برای این بگذاریم که آغاز عالم از اونجا بوده، واقعا من حتی تئوری که چند سال پیش در هاروارد به کمک دکتر کامران وفا و رابرت برندنبرگر در دانشگاه مکگیل کانادا ما با هم دادیم، که خوشبختانه روزام به نظر میاد توجه بیشتری داره بهش میشه، این بود که شاید این نقطه‌ای که همگان فکر میکنن نقطه آغازین هست، در واقع یک نقطه اتصالی است بین عالم فعلی ما، عالمی که ما الان داریم، و عالمی که پیش از ما بوده، عالم همزاد ما، عالم دوگان ما. و من به شخصه الان با دانشجویانم در تلاش هستیم که بتونیم راهکارهایی رو پیدا بکنیم که اگر عالمی پیش از بیگ بنگ و مهبانگ وجود داشته، چگونه میتونیم اثرات اون عالم رو در عالم فعلیمون ببینیم. و برای همینه که من از فرض استفاده میکنم. هنوز ما نمیدونیم که پیش، کمی پیش و کمی بعد از این بیگ بنگ چه اتفاقاتی افتاده. دوست نگری، خب شما یه شخصیت اندیشمند، متفکر بسیار دقیق، ذهن ریاضی داری، ذهن علمی داری، این مطالعه در کهکشان این احوال فکری شما، نگر شما رو تغییر نداده؟ 100 درصد داد عوض کرد. 100 درصد آقای میبودی، پرسش خیلی خوبی رو کردین. من متاسفانه میخوام یک مسئله رو اینجا بگم آقای میبودی، که من فکر میکنم
شاید به خاطر پیشرفت تکنولوژی از یک سو، شاید به دلیل اینکه ما شبها به علت آلودگی های مختلفی که به خاطر باز تکنولوژی به وجود اومده، از مهمترین اونها آلودگی نوری بعد از آمدن برق به شهرها، و الان هم واقعا شبها شهرهای بزرگ دارن روشنتر و روشنتر میشن، عملا انسانها یادشون رفته که یکی از چیزهای جالبی که در شبها وجود داشت این بود که شما میتونستید سرتون رو بالا کنید و به آسمان ها نگاه بکنید. خب متاسفانه این مسئله الان دیگه وجود نداره و این باعث به نظر من ناراحتیه. چرا باعث ناراحتیه؟ برای اینکه اگر شما، و من اینو خواهش میکنم از بینندگانتون و خود شما آقای میبودی، خود من، هر از گاهی یک نگاهی هم به بالا سرمون بندازیم در یک شبی که ابر نباشه، مهتاب نباشه، و اگر آلودگی نوری نباشه، اگه بتونیم حتی خارج از شهرهای بزرگ بریم و به آسمان بالای سرمون نگاه بکنیم. میدونین خوبیش چیه آقای میبودی؟ این احساس حقارته که به ماها دست خواهد داد، کوچکی ما، ناچیز بودن ما، اینکه ما حتی یک نقطه سر پرگار هم نیستیم. اون موقع شاید از اون غروره بسیار زیادی که ما انسانها رو در بر گرفته دست بکشیم، اونجا بفهمیم که مفهومی به اسم قبله عالم یک مفهوم احمقانه‌ایه. رهبر فلان کیش مشخص در کل عالم حتی معنی و مفهومی در خود کهکشان ما پیدا نمی‌کنه، چه برسه به این که به کل عالم ما، و چه برسه به این که اگه فکر کنیم که میلیاردها عالم دیگه شبیه عالم ما ممکنه وجود داشته باشه. نگاه به آسمان به نظر من ما انسان‌ها رو بسیار بسیار به غرور، یا نگاه نکردن به آسمان‌ها در واقع، ما باعث نخوت غرور بیش از حد ما شده. یادمون رفته که در زمینی که دعوا داریم برش می‌کنیم و خدایی که انقدر حقیر رو کوچکش کردیم که فکر می‌کنیم اون بالا نشسته، از بین این همه عظمتی که وجود داره فقط نگران این هست که خانم ها چه لباسی پوشیدن، کی داره چه زمانی نماز میخونه، به نظر من یک خدای بسیار حقیریه که من دلم براش میسوزه. و اون همه اینها به نظر من ناشی از اینه که ما بعضی اوقات یادمون میره که باید به بالا سرمون هم نگاه بکنیم و جایگاه خودمون رو در این عالم بیکران یک بار دیگه نگاه بکنیم. کاش باد بزنی بود میتونست این گرد و غبار رو از چهره آسمان و تهران بگیره. هموطنان توصیه دکتر رو گوش کنه، واقعا هم همینه، راست میگه. ما بچه‌ها وقتی بالای پشت رو میرفتیم آسمون رو نگاه میکردیم، نمیدونم در ما خلاقیتی پدید میامد یا ذهن ما به نقاطی پرواز میکرد که خب وقتی در خانه بودیم و چشم آسمان نداشتیم حالا هرگز در ما تحصیل نمیشد. خیلی مهم. امروز من داشتم میگفتم خدا رو شکر که این ستاره ها فروشی نیستن، وگرنه شما فکر بکنید دبی تمام ستاره های ایران رو میخرید تو آسمان خودش بخش میکرد. حالا میخوام ببینم که علاوه بر اون نگرش شما نسبت به مسائل ماورا و طبیعه اون چه شکلی پیدا کرد؟ به نظر من چون برمانر از آدمان شبیه شما خیلی از انشتن میدونم سوال کردن از این خالق زمان در انگلیس سوال کردن که واقعا نظرش چیه درباره کائنات، آفرینش، دستگاه آفرینش. ببینیم نظر دکتر نگیری چی. ممنونم که البته من به هیچ وجه خودم در سطح کسی مثل انشتن نمیدونم، ولی به عنوان کسی که کار فیزیک میکنه به نظر من فیزیک و به خصوص این بخش از فیزیک که نگاه از یک سو به کوچکترین بخش طبیعت داره، یعنی ساختارهای کوچکتر از اتم، ساختارهای کوچکتر از ذرات درون اتم، و از یک سو به کل کیهان و گیتی نظر داره، قطعا جهان بینی ما رو عوض میکنه آقای میبودی عزیز و بینندگان گرامی. قطعا نظر شما با دونستن فرض کنید یه چیزی مثل فیزیک کوانتومی و کیهان شناسی، نظریه نسبیت اینشتین،
کاملا دگرگون خواهد شد، نوع دیگری دنیا رو خواهید دید و این به نظر من یکی از زیبایی های علم هست. کسی که بتونه اصالت علم رو، فلسفه علم رو درک بکنه، نمیتونه نگاهش به اطرافش، به پیرامونش، به جامعهش، به مردم، به زمین مثل سابق باشه. تشکر میکنم، گفتگو دنبال میکنیم، گفتگو فوق العاده جالب و دکتر علی نیری عزیز، دکتر علی نیری مثل همیشه آموزنده، سپاسگزارم. ممنونم از شما، تا دیدار دیگر با کمال میل.